وزارت دفاع ملی گسترش ناامنی ها در ولایت های شمال و غرب را ناتوانی مخالفان دولت در ولایت های جنوب کشور می خواند و می گوید که افراد خارجی در ناامن ساختن ولایت های شمال کشور دست دارند. یک تعداد افراد خارجی هم در سمت شمال مخصوصا در ولایت کندوز و بغلان تجمع کردن. تعداد دقیق که بسیار مشکل است که ما بگیم که چقدر هستن، اما به 10 نفر در اونجا در حال حاضر در کنار دهشت افکن ها فعالیت میکنن و بیشتر از کشورهای همجوار ما در کشورهای همجوار آسیای میانه ما هستند. نیروهای ایساف در هماهنگی با نیروهای افغان تلاش میکنند تا امنیت ولایت های شمال افغانستان را در آینده نزدیک تأمین کنند. سخنگوی وزارت دفاع ملی از راهبرد تازه ایالات متحده آمریکا که به گفته ای وی در آن توجه بیشتر به شدت بخشیدن مبارزه در برابر حراس افغانان در بیرون از خاک افغانستان و سپردن مسئولیت عملیات ها در آینده نزدیک به نیروهای افغان تاکید شده است، استقبال می کند و به گونه صریح و آشکار از وجود فرماندهان طالبان و القاعده در پاکستان سخن می گوید. با اطمینان گفته می تونیم که تمام رهبرهای اصلی جنای طالبان در کویته در شورای کویته جمعند. تمام رهبرهای جنای حقانی، سراج الدین حقانی به میرانشاه جمع هستند و تمام سران القاعده در پاکستان هستند و این یک واقعیت هست که هیچ قابل انکار نیست. سخنگوی وزارت دفاع ملی برنامه دوره مکلفیت را رد می کند و می گوید تا هنگامی که احصائیه دقیق جمعیت کشور، توازن در امنیت و برگشت پناهجویان معلوم نشوند، برنامه مکلفیت مطرح نخواهد شد.